اگه طرفدار ویدیوهای ترسناک باشین که اگه الان دارین این ویدیو رو میبینین یعنی هستین، احتمالاً اسم دارک وب به گوشتون خورده. ویدیوهای زیادی از انواع اقسام مدل‌ها که راجع به دارک وب ساخته شده. حتی اگه این ویدیوها رو ندیده باشین قطعاً اسم اینجا به گوشتون خورده. دارک وب، جای مخوف و وحشتناکی که هر نوع خلافی توش انجام میشه. اما تا چه حد راجع به این مکان مخوف اطلاعات دارین؟ اصلا تا چه حدی از این چیزایی که دیدین و شنیدین درسته؟ امروز قراره بریم راجع به این فضای مخوف یعنی دارک وب صحبت کنیم و یه کمی اطلاعات راجعش کسب کنیم و در نهایت هم قراره چند تا سوال جالبی که داریم یه نفر یه هکر بهمون جواب بده و حالا آدمای مختلفی بودن که توی این ویدیو کمک کردن. جلوتر که میریم همشو با هم دیگه می‌بینیم. یادتون نره که حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنین چون آخرش چیزای قراره بگم که مطمئنم تا حالا جایی نشنیدین. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نمیره که این ویدیو رو حتما لایک کنین. لایک شما بزرگترین حمایتتون از من و آدرس اینستاگرام من بالا هست، اگه دوست داشتین میتونین فالو کنین. زودتر بریم سراغ این ویدیو جذابمون. قبل از هر چیزی برای کسایی که اطلاعی راجع به دارک وب ندارن و اصلا نمیدونن این فضا چی هست، باید یه توضیح کلی بدم و راجع به اینکه اصلا این کدوم بخش از اینترنته و چطوری میشه فهمید که دارک وب هست یا نیست، یکم براتون توضیح بدم. ببینید، اینترنت رو ما میتونیم به سه بخش تقسیم کنیم. قسمت اول همون سرفیس وب یا لایه بیرونیه که ما روزانه داریم ازش استفاده میکنیم. همه وبسایتایی که میرین توش میچرخین، یوتیوب که میایین نگاه میکنین، توییتر، این ور اون ور، اینستاگرام، اینا همشون شامل سرفیس وب میشن. یعنی خلاصه اگه بخوام بگم هر سایتی که شما از طریق جستجوگر بتونین واردش بشین، یعنی توی گوگل اسمشو سرچ کنین و بتونین پیداش کنین، شامل سرفیس وب میشه. اما یه قسمت دیگه هم هستش که با جستجو تو مرورگرا نمیتونین پیداش کنین. این قسمت بزرگ که 96% از تمام اینترنت رو شامل میشه بهش میگن دیپ وب. ولی برخلاف تصور خیلی ها، دیپ وب جای وحشتناکی نیست. جایی هستش که ما روزانه داریم ازش استفاده میکنیم. مثلا صفحه لاگین شما به ایمیلتون. جایی که فقط شما خودتون با وارد کردن یه سری چیزای خاص میتونین واردش بشین. پسورد میخواد. هر کسی نمیتونه واردش بشه. مثلا کسی نمیتونه توی گوگل سرچ کنه ایمیل مثلا فلانی و بتونه وارد ایمیلش بشه. یعنی هر جایی که داده های شما ذخیره شده و به صورت اختصاصی استفاده میشه، میشه دیپ وب. جایی که نمیشه الکی بهش دسترسی پیدا کرد. حالا برسیم سراغ موضوع اصلیمون، یعنی دارک وب. خب این چیزی که گفتیم که دو تا بخش شد، پس بخش سوم چیه؟ در اصل میشه گفت دارک وب هم یه قسمتی از دیپ وبه، ولی به خاطر اینکه کمی مخوف‌تره بعضی اومدن جداش کردن و میگن که اینم یه بخش جدایی از اینترنت هم که میشه همون بخش سوم. دارک وب هم از اونجایی که یه قسمتی از دیپ وبه، طبیعتاً نمیشه با هر مرورگری بهش دسترسی پیدا کرد. یعنی شما نمیتونین فایرفاکس یا کروم رو باز کنین و اونجا یه سایتی توی دارک وب سرچ کنین و بهش دسترسی پیدا کنین. و به خاطر همین هم هستش که اطلاعات کاربرا، اطلاعات وبسایت ها و کلن یوزرهای دارک وب معمولا مخفیه. یادتون نره که گفتم معمولا، جلوتر میفهمیم چرا. اما چطوریه که میگیم اطلاعات شما توی دارک وب غیر قابل ردیابی و مخفیه؟ خب ببینید، شما زمانی که از سرفیس وب استفاده میکنین، یعنی همین سایت های روزمره که واردشون میشین، تمام اطلاعات شما از طرف شرکت ارائه دهنده اینترنتتون، از طرف سایت هایی که توش وارد میشین و کلن تمام اینترنت دارن پخش میشن و میتونن به دست حتی شرکت های تبلیغاتی و بازاریابی هم برسن. احتمالاً هم براتون پیش اومده، مثلا نشستین توی خونه توی گوشیتون یه کفش سرچ میکنین، بعد میبینین تمام اینستاگرامتون میشه تبلیغ کفش. پس همونطور که می‌بینید سرفیس وب یعنی همون وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که ما هر روز داریم ازشون استفاده می‌کنیم، اصلاً جاهای امنی برای حفاظت اطلاعات ما نیستن. برای همین هم بود که دولت آمریکا حدوداً 25 سال پیش برای حفظ اطلاعات مهم و محرمانه دولتی یه سیستمی رو طراحی کرد که بتونه این اطلاعات و مکالمات محرمانه‌شون رو مخفی نگه داره. محققای نیروی دریایی آمریکا اومدن یه سیستمی رو راه انداختن به اسم آنین راوتینگ. آنین یعنی پیاز و خب همونطور که میدونین پیاز لایه لایه است و این سیستم آنین راوتینگ هم به این شکل کار میکنه که لایه لایه کد گذاری شده و شما برای اینکه بتونین وارد یه وبسایت بشین، فرض کنین به جای اینکه مستقیم برین مجبورین از توی یه مارپیچی رد بشین و خب این طبیعتاً برای هر کاربری نمیتونه راحت باشه.
توی سیستم آنیر راوتینگ داخلی ترین لایه است که محتوای اصلی یا اون پیامو در بر داره و به جز اون فردی که این محتوا براش ارسال میشه هیچ کس دیگه ای نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. اما خب ما میبینیم که خیلی ها در طول روز اصلا میرن به دارک وب سر میزنن. پس اونا چی کار میکنن؟ خب بله من گفتم از هر مرورگری نمیشه برای ورود به دارک وب استفاده کرد. ولی یه سری مرورگرایی هستن که با استفاده از اونا ما میتونیم خیلی راحت وارد دارک وب بشیم که یکی از معروف ترین اونا تور هستش. و زمانی که شما از این مرورگر استفاده میکنین میتونین وارد فضای دارک وب بشین که اونجا دیگه سایت ها با .com و .ir و نمیدونم .org تموم نمیشن، بلکه با .onion تموم میشن. توی دارک وب هر چیزی میشه پیدا کرد، از گواهینامه جعلی بگیرین تا یه سری از داروهای کمیاب و نایاب و خیلی چیزای وحشتناکتری که طبیعتاً به گوشتون خورده. البته دارک وب اونقدرام که فکرشو میکنین جای وحشتناکی نیست. اکثر خبرگزاری‌های دنیا توی دارک وب هم وبسایت دارن و از اونجا میتونن اطلاعات دست اول از مردم بگیرن، جایی که مردم میتونن بتونه ترس از هر چیزی حرفشونو بزنن و تجربه‌هاشون رو با هم دیگه شیر کنن. خب تا اینجای داستان رو احتمالاً همتون میدونستین، راجبش شنیدین و چیز جدیدی نبوده براتون. اما این چیزایی که گفتم تمام اطلاعات راجب دارک وب نیست. خیلی چیزای بیشتری هست که باید راجبش بدونین و الان در ادامه قرار با هم دونه دونه اونا رو ببینیم. اول از همه که دارک وب اصلا به این صورت نیستش که یه فضاییه که همه سایت‌های خیلی ناجور و وحشتناک ریختن تو هم دیگه و شما میتونین راحت به همشون دسترسی پیدا کنین. توی خود دارک وب هم همین سیستم لایه لایه بودن وجود داره. یعنی وبسایت‌هایی هستن که درزها و باگ‌های کدنویسی بیشتری دارن، راحت‌تر میشه بهشون دسترسی پیدا کرد و وبسایت‌هایی هستن که اصلاً عملاً هر کسی نمیتونه بازشون کنه و باید یه هکر حرفه‌ای باشین که بتونین بهش دسترسی پیدا کنین. و معمولاً هم اون سایت‌های وحشتناکی که راجبشون میشنوین توی اون قسمتن. از طرفی خیلی ها فکر میکنن که با یه وی پی ان خیلی راحت میتونن بدون ردیابی شدن وارد دارک وب بشن و اطلاعاتشون مخفی بمونه. نه، متاسفانه اصلا اینطوری نیست. همونطور که قبلا هم گفتم خیلی از این اطلاعاتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، اطلاعاتی که فروش میره توسط شرکت های ارائه دهنده اینترنتن. یعنی همون وای فایی که بهش وصل میشین هم ممکنه آی پی شما رو در اختیار خیلی جا بذاره. بعد میگین خب ما داریم با وی پی ان آی پی مون رو عوض میکنیم. بازم نمیشه. خیلی از وی پی ان ها، مخصوصا همین وی پی ان های رایگانی که همه استفاده میکنن هستن که خیلی راحت همه اطلاعات شما رو میفروشن و اصلا براشون مهم نیستش که شما میخواین وارد دارک وب بشین یا سرفیس وب. و همونطور که هکرهای کلاه سیاه و کلاه خاکستری هستن که میتونن به اون قسمت های وحشتناک دارک وب دسترسی پیدا کنن، هکرهای کلاه سفیدی هم هستن که در مقابلشون خیلی راحت میتونن اونا رو ردیابی بکنن. و اگه کسی میتونه یه هکر رو ردیابی کنه یا یه وبسایت به اون بزرگی که توی دارک وب هستش و فعالیت میکنه میتونن ردیابیش کنن، ردیابی کردن یه کاربر ساده اصلا کار سختی نیست. بهترین مثال برای این قضیه سایت بزرگ سیلک رود بود که توی سال 2013 بسته شد و صاحبش هم دستگیر شد و به 2 تا حبس ابد به اضافه 40 سال زندان محکوم شد. قطعا یکی از چیزایی که شنیدین که توی دارک وب به فروش میرسه قاتله. قاتلی که میتونین استخدام کنین و براتون یکی رو بکشه و حتی میگن اگه کاری بکنه که مرگ اون تصادفی به نظر برسه نرخش هم بالاتر میره. باید بگم این یه افسانه شهری بیش نیست. تو طول تاریخ وجود دارک وب تا حالا هیچ وبسایتی وجود نداشته که همچین خدماتی ارائه بده و هیچ گزارشی هم از طرف هیچ نهاد، هیچ ارگان و هیچ کسی مبنی بر این که یه نفر یه قاتلی استخدام کرده از یه جایی نبوده. ولی یه تعداد وبسایت توی دارک وب بودن که ادعا می‌کردن که این کارو می‌کنن که بعداً مشخص شد همشون کلاهبردارن و فقط پول می‌گیرن و خب خبری ازشون نمیشه. چون مثلا میخواییم برین کجا شکایت کنین؟ برین پیش پلیس بعد بگین که من میخواستم قاتل استخدام کنم ولی قاتل نفرستادن. حتی توی سال 2021، یعنی همین سال گذشته، یه زن آلمانی میره توی یکی از همین سایت کلاهبرداری یه قاتل استخدام میکنه که بره دوست دختر و شوهر سابقشو بکشه و اون سایت هم بعد از اینکه بیت کوین ها رو ازش میگیره اطلاعات اون زن رو میده به پلیس و پلیس ها میرن دستگیرش میکنن. و اصلا لازم هم نیست که توضیحی راجع بهش داد. یه لحظه به خودتون فکر کنین، خیلی راحت یه پلیس میتونه وارد اون وبسایت بشه و یه قاتل استخدام کنه و بعدم جایی که قاتل قراره بره رو برن مثلا قرار کنن و دستگیرش کنن. مثلا همچین چیزی واقعا احمقانه است. یکی دیگه از تصورهای خیلی اشتباهی که راجع به دارک وب هست اینه که شما میتونین برین توی دارک وب یه فروشگاهی رو باز کنین، بعد کالای مورد نظرتون رو سرچ کنین، اونجا بیاد از بین کالای مختلف یکشو انتخاب کنین، بذارینش توی سبد خریدتون، سفارش بدین و بعدم منتظر باشین که بیاد دم در خونتون. مثلا انگار دیجی کالا.
نه، اصلا اینطوری نیست. بله، سایتایی هستن که به این شکل توی دارک وب کار میکنن، ولی فعالیت قانونی دارن نه غیر قانونی. اصلا سایتایی که فعالیت غیر قانونی دارن توی دارک وب خیلی تعدادشون کمه و معمولا هم همونطور که گفتم به راحتی نمیشه وارد شد، چون توی لایه‌های خیلی پایین‌تر دارک وبن و با پسورد و با آشنابازی و اینکه یکی یکی رو بشناسه براش لینک بفرسته و اینا میتونن واردش بشن. و همونطور که گفتم معمولا هم کسایی که وارد این سایت ها میشن و ازشون خرید میکنن کسایی هستن که همدیگر رو میشناسن، یعنی صاحب اون سایت ها هم میشناسن. مثلا برای مواد مخدر اینطوری نیستش که برین اونجا مثلا نمیدونم 2 گرم نمیدونم چی سفارش بدین بیاد در خونتون. بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر فقط میتونن وارد اون سایت ها بشن و ازشون خرید کنن. اگه به همین راحتی بود فکر نمی‌کنین که خیلی راحت همشون 2 روز جمع می‌شدن؟ اکثر وبسایت‌های غیر قانونی هم که توی دارک وب هستن و خیلی راحت میشه واردشون شد و اینجوری پسورد و اینا نمیخواد، معمولاً یا فیکن و کلاهبرداری می‌کنن و یا کلاً از طرف FBI ساخته شدن که مجرما رو شناسایی کنن و بتونن اونا رو دستگیر کنن. و این چیزی هم که میگم صحبتیه که اتفاقا با یکی از همین هکرهای کلاسفید داشتم. طبق گفته این هکر کلاسفیدی که گفتم 99% یوزرهای اینترنت رو خیلی راحت میشه توی فضای دارک وب حتی ردیابی کرد، چون که اصولا اونا موارد امنیتی خیلی زیادی که وجود داره رو اصلا ازش خبر ندارن و رعایت هم نمیکنن. مثلا اگه شما از تور استفاده کنین ولی وبسایتی که واردش میشین کدگذاری شده نباشه و از طریق مرورگرای دیگه هم قابل دسترسی باشه، یا یه حفره امنیتی دیگه داخلش وجود داشته باشه، ترافیک اینترنت شما از یه خروجی اوپن سورس عبور میکنه و خیلی راحت IP شما قابل ردیابی میشه. حتی خود مرورگر تور هم که در واقع یه نسخه ویرایش شده از فایرفاکس هست، قبلا بارها حفره امنیتی توش پیدا شده و باعث شده که کلی از اطلاعات کاربراش لو بره. اغلب چیزایی هم که توی دارک وب پیدا میشه برای خرید و فروش یا داروه یا یه سری مواد مخدره که اونم گفتم معمولا به اون صورتش که بشه خرید توسط باندهای بزرگ اتفاق میفته و انقدر راحت نیستش. و یا چیزی که زیاد خرید و فروش میشه کارتای بانکی و یه سری کارتای شناسایی هستن و عملا چیز دیگه ای نمیشه به اون صورت پیدا کرد توش. یکی از نکته‌های خیلی مخوفی که راجبش زیاد صحبت میشه و میگن که توی دارک وب وجود داره اتاق‌های قرمز یا همون رد رومز، جایی که یه سری افراد جمع شدن و به صورت لایو یعنی زنده دارن شکنجه شدن آدم‌ها رو تماشا میکنن و حتی بیننده‌ها از اونجا میگن که چطوری اون آدم‌ها رو شکنجه کنن اون شکنجه‌گرا، و معمولاً هم میگن تصویر اون اتاق هم قرمزه. اول از همه سرعت مرورگر تور اونقدر پایینه که اصلا امکان نداره شما از طریق اون بتونین یه چیزی رو لایو پخش کنین و عملا استریم کردن توی مرورگر تور غیر ممکنه. داستان این رد رومز از یه فیلم ترسناک به اسم ویدیودروم که توی سال 1983 ساخته شده گرفته شد، که توی اون افراد توی یه اتاق قرمز شکنجه میدادن و آنلاین پخش میکردن. و خب بعد از اون بود که مثل خیلی از افسانه ها و تئوری های احمقانه دیگه خیلی ها فکر کردن که اون کاملا واقعیه و راجع بهش حتی افسانه های بیشتری هم ساختن. تمام ویدیوهایی هم که راجع به رد رومز و اینا این بر اون بر ممکنه دیده باشین همشون ساختگیان. هیچ کدومش نیستش که واقعی باشه و واقعا از توی دارک وب در اومده باشه. یکی از هکرهایی که باشون صحبت کردم یه هکر کلاه خاکستریه که دوست نداره نه صداش نه تصویرش نه هیچ چیز دیگه ایش دیده بشه و خب طبیعتا نمیخواد لو بره، ولی بهم اجازه داد که متنی که با هم صحبت کردیم رو براتون بذارم. اینجا من متن رو براتون میذارم و از روش خودم و رضا ترجمهش رو براتون میخونیم. توجه داشته باشین اینجا انگلیسی صحبت کردیم، اینایی که دارم میخونم ترجمهشه. البته متن خیلی طولانیه، من جاهایش که جالب تر بود و براتون میذارم که یکی متوجه بشین قضیه از چه قراره. مطمئنم که اسم اتاقای قرمز دارک وب رو قبلا شنیدین. گفته میشه اونا اتاقایی هستن که کل دیواراش به رنگ قرمزه و داخلشون آدما شکنجه یا کشته میشن و کل این پروسه هم به صورت آنلاین توی دارک وب پخش میشه. آیا واقعا همچین جایی وجود داره؟ درسته شنیدم. نمیتونم با اطمینان بگم که همچین چیزی اصلا وجود نداره، چون ممکنه آدمایی باشن که این کارو انجام دادن. ولی من خودم هیچ وقت نشنیدم یا ندیدم که این مورد از اتاق قرمز اتفاق افتاده باشن. در واقع من حتی یه بار به یه نفر گفتم که اگه بتونه یکی از اونا رو پیدا کنه و بهم نشون بده بهش $5,000 میدم. ولی نتونست. بنابراین حتی اگه همچین چیزی وجود هم داشته باشه یه چیز خصوصیه و نمیشه مثل نتفلیکس نشست و نگاش کرد. اوکی ممنون. سوال بعدی. وبسایتی تو دارک وب وجود داره که خدمات آدمکشی ارائه بده؟ منظورم اینه که میشه به کسی پول داد تا یه نفر دیگر رو به قتل برسونه؟ منتظر این سوال بودم. قاتل همیشه تو طول تاریخ وجود داشتن و هنوزم هستن. ولی اونا از راه دور کار نمی کنن. میدونی که چی میگم. بله، ولی میشه یکم بیشتر بازش کنی؟
خب تا حالا نشدیدم که کسی هدف یه قاتل شده باشه یا کسی تو دارک وب پول بگیره که یه نفر بکشه. قاتلا معمولا تو چارچوب باندهای تبهکاری بزرگ یا سازمانهای جنایی فعالیت میکنن و اگه قرار باشه کاری انجام بدن توسط باندشون فرستاده میشن. نه یه فرد عادی که پشت کامپیوترش نشسته مثل سفارش دادن مکدونالدز. در عمل تا حالا نشنیدم یا ندیدم که یه نفر به صورت آنلاین مبلغ زیادی پول بگیره تا کسی رو به قتل برسونه. همچین تراکنش‌های مالی اگه قرار باشه اتفاق بیفته از طریق دارک وب یا در کل اینترنت انجام نمیشه، بلکه در قالب معاملات حضوری شکل میگیره. آیا دارک وب در حالت کلی به عنوان یه جایی در نظر گرفته میشه که توش فقط اتفاقای بد جریان داره؟ اگه قرار باشه یه جواب تک کلمه‌ای به این سوال بدم، جوابم نه هست. دارک وب به خبرنگارا و بقیه مردمی که تو کشورهای زندگی میکنن که میزان زیادی سانسور وجود داره و تقریبا هیچ آزادی بیانی توشون وجود نداره خیلی کمک میکنه. دارک وب برای اونا راهی فراهم میکنه تا اطلاعات رو منتشر کنن و اطلاعات و چیزایی مثل فیلم‌ها رو مخصوصا از کشورهای غربی دریافت کنن که این برای افزایش آگاهی بهشون کمک میکنه. پس من فکر میکنم دارک وب بیشتر برای مقاصد خوبه و جنبه‌های مثبتش خیلی بیشتر از جنبه‌های منفیشه. خیلی ممنونم از کمکتون. از نظرتون ایرادی نداره اگه یه عکس از این صحبتامون بگیرم و توی ویدیو یوتیوبم پخش کنم؟ خواهش میکنم. از نظر من مشکلی نداره. اما با این تفاسیر، استفاده از دارک وب یعنی جرم هست یا نیست بالاخره؟ راجع به این موضوع با یه وکیل صحبت کردم و ایشون گفتن که اگه حضور و فعالیت توی دارک وب سبب ارتکاب افعال مجرمانه بشه، جرمه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا اگه برین از دارک وب بیاد خودکار سفارش بدین، نه خودکارم بیادم در خونتون چیزی هم نداشته باشه، جرم نیست، مشکلی نداره. چون اصلا توی قانون اساسی ایران قانون مشخصی برای دارک وب تعیین نشده. اما اگه مثلا شما برین یه کتاب سفارش بدین، بعد کتاب بیادم در خونتون معلوم بشه که دزدیه یا توش یه چاقویی باشه که با اون چاقو یه آدم دیگه کشته شده و حتی شما اگه از این خبرم نداشته باشین، بازم مجرم شما این. به خاطر اینکه تنها کسی که اونجا این سفارش رو داده و این خرید رو کرده شما بودین. میخواین بگین قابل ردیابی نیست؟ توضیح دادم. میتونه باشه. یه نکته ای هم میخوام بهتون بگم که روی صحبتم با یوتیوبرهای تازه کاریه که خیلی میخوان توی این زمینه کار کنن و خب به نظرشون موضوع جالبیه ولی اطلاعات کافی ندارن. بچه ها ببینین، انتشار اطلاعاتی که منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه بشه هم جرمه. یعنی ممکنه شما برین یه سایتی رو واقعا معرفی کنین، خب مثلا فیک نباشه، وارد یه سایتی بشین که واقعا توی دارک وب هست و توی اون سایت مثلا در کنار حالا چه میدونم یه خودکاری که میخواین بخرین از اونجا یا اصلا همجوری دارین نگاش میکنین، کلیه هم مثلا بفروشن، شما در اصل اون سایت رو تبلیغ کردین و انتشار اون جرمه. و بچه اینم در نظر داشته باشین که ممکنه خیلیاتون توی بین یوتیوبرهای خارجی مخصوصا همین چستر و پارکر معروف‌تریناشون دیده باشین که میرن از دارک وب چیزای مسخره و وحشتناک خیلی وقتا سفارش میدن، میرن دوست دختر سفارش میدن، خونه سفارش میدن، انگل سفارش میدن و خیلی چیزای عجیب غریب میخرن از دارک وب و ببینین و بگین که مثلا ما هم بریم این کار بکنیم. بچه اینو در نظر داشته باشین، اونا فیلمه، اونا دارن فیلم میسازن، اونا دارن پای این فیلما زحمت میکشن. مثلا یه فیلم ترسناک، مثلا شما فیلم چرا هم ترسناک مثلا فیلم ایتو میبینین بعد میرین مثلا بپرین توی جوب، نمیکنین، فیلمه، اونم هم همینطور. و خب طبیعتا هم لازم نیست بریم بهشون بگین مثلا فیک ساختی، مسخره فلان، داره فیلم میسازه و آخرشون هم اعلام میکنن و اگرم اعلام نمیکردن آخرش که اینا ساختگیه و فیلمه، اصولا تو دردسر میافتادن به خاطر همون جریانی که گفتم. و اگرم یه وقتی یه جای دیدین یه یوتیوبری ادعا میکرد که این چیزایی که از دارک وب ساخته واقعیه، چیزایی که از اونجا خریده واقعیه، بهش بگیم بیاد یه صحبتی با هم دیگه داشته باشیم. ایرادی که نداره. در کل اینطوری در نظر بگیریم. فکر کنین دارک وب یه محله یه پر از خلافکارا که پلیس هم توش نیست و هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. همونقدر که اون محله برای اون خلافکارا جای امنیه، برای کسی که نمیخواد خلاف بکنه یا حتی خلاف کوچیکی بکنه جای امنی نیست و هر لحظه ممکنه تمام اطلاعات شما دزدیده بشه. پس همونطور که دیدین دارک وب یه جای مشخصی نیستش که شماره تلفن داشته باشه، یه وبسایت ثابتی نیستش که بگیم من رفتم تو دارک وب مثلا اینجاست، یا زنگ نمیزنه بهتون، نمیشه بهتون زنگ زد، بلند نمیشن یه چیزی بیارن دم در خونتون خودشون، مثلا اینطوری نیست، اصلا به این شکل کار نمیکنه. و خب دیگه همین. بازم اگه سوال خاصی راجع به این قضیه داشتین ازم بپرسین توی کامنت ها که براتون توضیح بدم و اگه نظر خاصی هم دارین حتما برام بنویسین. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنین، لایک شما خیلی 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 برام مهمه. با آدرس اینستاگرام من این بالا هست اگه دوست داشتین فالوش کنین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.